بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هزاران ملک، زمین، مستغلات و دارایی‌های اوقافی وقف شده توسط مردم ایران به نیت امام حسین علیه السلام از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه این کشور تصرف شده است. این املاک وقفی که در طول چند قرن وقف سید و سالار شهیدان شده، اکنون زیر نظر سازمان اوقاف ایران است و درآمدهای حاصل از آن که باید به آستان مقدس حسینی پرداخت شود به بهانه‌های مختلف در اختیار این آستان قرار نمی‌گیرد. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. هزاران هزار شهروند ایرانی عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در طول قرن‌های گذشته ملک، زمین، مستغلات و دارایی‌های شخصی خود را وقف امام حسین علیه السلام کردند تا باقیات و صالحاتی برای آنان باشد و درآمدهای حاصل از آن خرج دستگاه امام حسین علیه السلام شود و ثوابش برسد به روح واقف. آمار دقیقی از تعداد این املاک وقفی در دست نیست، اما طبق آمار غیر رسمی بیش از 3000 قطعه ملک و زمین و مغازه و ساختمان وقفی در شهرها و استانهای مختلف ایران وجود دارد که در قرنهای مختلف توسط عاشقان امام حسین علیه السلام در ایران وقف امام حسین علیه السلام و حرم مطهر شده است. شاید در دوران رژیم سابق بعث در عراق با توجه به عدم وجود مدیریتی سالم در آستان مقدس حسینی این موضوع هیچگاه پیگیری نشد، اما طبق اخبار و اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار خبرگزاری شیعه ویوز پس از سقوط رژیم صدام، مسئولان آستان مقدس حسینی علیه السلام چندین بار پیگیر این موضوع شدند تا شاید بتوانند درآمدهای حاصل از این املاک وقفی از سوی سازمان اوقاف ایران در اختیار آستان مقدس حسینی قرار گیرد، اما مقامهای ایرانی هر بار به بهانه‌های مختلف از پیگیری و پاسخ به این درخواست سرپیچی کردند. حال این پرسش مطرح می شود که مدیریت سازمانی که خود را اسلامی نامیده تا چه زمان در نظر دارد از پرداخت درآمد سالانه میلیاردی این املاک وقفی که باید در اختیار آستان مقدس حسینی علیه السلام قرار گیرد تا خرج حرم مطهر و زائران حسینی شود امتناع ورزد.